دلایل محکم علمی و عقلی در اثبات وجود خدا. آیا تا به حال به این سوال اندیشیده اید؟ آیا خدا وجود دارد؟ بدیهی است که مسئله وجود یا عدم وجود خدا یکی از مهمترین، پرچالشترین و سرنوشت‌سازترین مباحث قرون متمادی بوده است. زیرا حقیقت یا کذب، درستی یا نادرستی، ارزشمندی یا بی‌ارزشی، معناداری و بی‌معنی بودن بسیاری از چیزها به طور قابل توجهی تحت تأثیر دیدگاه وجود یا عدم وجود خدا قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که دیدگاه کلی خدا باوران و خدا ناباوران دو مسیر کاملا متفاوت را طی می‌نماید. در اینجا برانیم تا وجود خدا را از دیدگاه عقل و علم اثبات نماییم. دلیل اول در اثبات وجود خدا، پیامبران. نکته اول، آنان بهترین افراد زمان خود بودند. نکته دوم، رسالت همگی آنان یکسان بود. یعنی یک، همگی می گفتند که خدایی وجود دارد. دو، آنان مژده‌رسان زندگی سعادتمند بهشت و هشدار دهنده عذاب دوزخ بودند. سه، در راه دعوت مردم به خیر و رستگاری از کسی اجر و پاداش مادی نمی خواستند. چهار، آنان برای اثبات ادعای پیامبری خود معجزه به همراه داشتند. آخرین این پیامبران محمد نام داشت. معجزه وی کتابی است به نام قرآن. رفیع ترین دستاوردهای علم و دانش دلیل معجزه بودن و از سوی خدا آمدن قرآن است. دلیل اول، قرآن از مسئله انبساط جهان و نظریه انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ نام میبرد، چیزی که تا اواخر قرن بیستم علم از آن بیخبر بود. در قرآن آمده است که اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافرها نمی‌بینند که آسمان و زمین در آغاز آفرینش به هم چسبیده بود و سپس آنها را از هم جدا ساختیم؟ و السماء بنیناها بأیدی و اینا لموسعون. ما آسمان را با قدرت بنا ساختیم و همواران را وسعت می‌بخشیم. این آیات به وضوح اشاره به نظریه گسترش جهان دارد. امروزه علم ثابت کرده است که آسمان‌ها و زمین نیز در حال گسترش هستند. مثلا ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور می‌شوند و حتی میلیاردها کهکشان هم در فضای جهان از یکدیگر دور می‌گردند. و بالاخره جهان هستی پیوسته در حال انبساط و توسعه است. حتی دانشمندان از آن می نمایند که تمام کرات آسمانی و کهکشانها در آغاز در مرکز واحدی به هم چسبیده بودند. سپس بر اثر انفجار عظیمی که علم آن را انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ می نامد، اجزای جهان متلاشی شده و به صورت کرات در آمده است. با این همه حتی همکنون نیز تمام کرات و کهکشانها همچنان به سرعت در حال بسط و توسعه هستند. حال باید پرسید چگونه ممکن است 1400 سال و اندی پیش فردی بی سواد، آن هم در قلب بیابانهای عربستان، از این حقایق مسلم علمی خبر داده باشد. حقایقی که جزو بزرگترین کشفیات علم نوین است. قطعا جز این نمیتوان پاسخ داد که قرآن از سوی کسی آمده است که تمام کرات و کهکشانها را آفریده و در این کتاب ما را از بسط و توسعه آنها با خبر ساخته است. دلیل دوم، جنینشناس نامی کانادایی پروفسور کیف مور اعتراف کرده است که این کتاب گفته انسان نیست و اسلام آورد. ایشان گفته است بعید است مردی که 1400 سال پیش در بیابانهای عربستان میزیسته است با چنین دقتی از شکلگیری کودک در رحم مادر خبر داده باشد. چیزی که اخیراً آن هم با پیشرفته ترین دستگاه‌های جهان به اثبات رسیده است. آن هم مردی که نمیتوانست بخواند و نه بنویسد. حتی اگر خواندن و نوشتن هم میدانست قطعا نمیتوانست از این حقیقت تازه کشف شده خبر دهد. دلیل سوم، این کتاب پس از 1400 سال و اندی همچنان دست نخورده باقی مانده است. نکته اول، خدا در قرآن میگوید که اگر تمام انس و جن دست به دست هم بدهند نمیتوانند سوره ای مثل سوره های قرآن را بیاورند و این در حالی است که کوچکترین سوره آن فقط شامل 3 آیه می شود. ابوالعلاء معری شاعر نابینای عرب است که رهبر و استاد فنون ادب و شؤون کلام است
وی در نیکو سرودن شعر و دلچسبی نثر انگشت نماست و در علوم عربی به او مثل زده می شود. او می گوید آنان که به الحاد گراییده اند و آنان که بر هدایت دست یافته اند و آنان که از راه اعتدال به انحراف رفته اند و آنان که از راه یافتگان پیروی کرده اند همگی اتفاق نظر دارند این کتاب که محمد صلی الله علیه و سلم آن را آورده با اعجاز خود همه را مغلوب کرده است و هرگاه یک آیه یا بخشی از آیات آن در میان فصیح‌ترین سخنان که آفریدگان بر آن توانایی دارند قرار گیرد مانند شهاب درخشنده ایست در پاره ای از ظلمت شب. حال اگر تمام دانشمندان برجسته جهان را جمع کنیم تا کتابی بنویسند، آیا هیچ یک از آنان جرأت دارند در مورد کتابی که مشترکاً نوشتند چنین ادعایی داشته باشند؟ نکته دوم، با اینکه قرآن به تدریج و طی 23 سال نازل گردیده است، اما کوچکترین نقصی در آن نیست، بلکه برعکس پیشرفت‌های علمی روز به روز بر حقیقت آن مهر تصدیق می‌نهد و این در حالی است که علم مدام در حال تغییر است. در نتیجه باید اعتراف کرد که قرآن معجزه ای است که انس و جن از آوردن آن عاجزند، پس باید از طرف قدرت برتر دیگری آمده باشد. این قدرت برتر خود را در قرآن به ما معرفی کرده و خود را الله و پروردگار جهانیان نامیده است. اینی انا الله رب العالمین، من الله هستم پروردگار جهانیان. در ضمن این آیه دلیل محکمی است در رد کسانی که به وجود یک آفریدگار ایمان دارند، اما به جای این که او را الله بنامند او را با عناوینی چون طبیعت و غیره می‌خوانند. دلیل دوم در اثبات وجود خدا. بر اساس نظریه مشهور انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ، جهان هستی حدود 13 تا 15 میلیارد سال پیش به وجود آمده است. در مورد این نظریه دو مطلب لازم به ذکر است. یک، کسی که در برابر این نظریه ساز مخالفت بزند لازم است بداند که در برابر یافته های دانشمندان و مجامع علمی مطرح جهان قد علم کرده است. دانشمندان مشهوری چون ادوین هابل، جورج گامو، الکساندر فریدمن، جورج اسموت و تیم فضایی ناسا. لذا کسی که به مخالفت با این نظریه برمیخیزد میباید دلایل علمی قابل قبولی داشته باشد که مورد تایید مجامع علمی معتبر جهان باشد. دو، این نظریه مورد تأیید بسیاری از مجامع علمی بزرگ جهان قرار گرفته است، به طوری که آن را از یک نظریه به سوی یک حقیقت علمی سوق می دهد. کوتاه سخن این که بر اساس نظریه انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ، کل ماده، انرژی، زمان و مکان همگی از نیستی پا به عرصه وجود نهادند. پس از این انفجار بزرگ جهان هستی به تدریج سر شده و گسترش یافت تا امکان شکلگیری کهکشانها، ستارگان، سیارات و تمامی چیزهای دیگر را فراهم سازد. نظریه انفجار بزرگ که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان قرار گرفته، حاکی از این است که جهان بی نهایت نیست، بلکه بدایت و آغازی دارد. در سایه شواهد بیچون و چرای علمی در خصوص آغاز جهان هستی، حال این سؤال منطقی پیش می آید که چه کسی جهان را از نیستی به هستی آورد؟ خدا باوران بر مبنای اصل علیت یا علت و معلولی جهان هستی را به عنوان معلول و آفریدگاری را به عنوان علت آن در نظر می گیرند. با این حال ملحدان یا خدا ناباوران مخالفت خود را در برابر این استدلال غالباً به دو صورت مطرح می کنند. یک، جهان خود به خود و از طریق صدفه و تصادف به وجود آمد. دو، اگر خدا جهان را آفرید پس چه کسی خدا را آفرید؟ حال بیایید به بررسی این دو مبحث مهم بپردازیم. مبحث نخست، آیا جهان خود به خود و از طریق صدفه و تصادف به وجود آمد؟ قطعا نه، زیرا حقایق علمی و دلایل عقلی خلاف آن را اثبات می نمایند. اینک خلاصه وار به ذکر دو دلیل محکم علمی در این باره می پردازیم. دلیل اول، طبق فیزیک جدید همه ترکیبات مواد مبتنی است بر حرکت و بدون این عامل بعید است که عناصر خود به خود با هم ترکیب شوند. به بیان دیگر، عالم ماده برای درست شدن ابتدا لازم است به حرکت درآید. حال باید دید که عامل و علت حرکت مواد چیست.
نظر به اینکه خود ماده فاقد شعور و قدرت برنامه ریزی است، اگر متأثر از نیروی خارجی نشود، قطعاً در همان حالت سکون خود باقی میماند. بنابراین عامل یا علت دیگری نیاز است تا ماده را به حرکت درآورد، علتی که خودش از جنس ماده نباشد، وگرنه آن هم به علت دیگری نیازمند است. ما حاصل کلام این که ماده برای درست شدن و حرکت کردن به یک علت غیر مادی نیاز دارد. خدا باوران این علت غیر مادی را خدا می نامند. دلیل دوم، امروزه دانشمندان دریافتند که قوانین موجود در جهان هستی و نیز پیچیدگی های حیرت انگیز موجود در ذره ذره کائنات از وجود طراح و مدبری توانا خبر می دهد. آفریدگار و ناظمی که نظم و انتظام حکیمانه ای را در جای جای صحیفه هستی برقرار ساخته است و لحظه به لحظه نیز آن را تحت کنترل خود دارد. اینک بیایید به اختصار به گوشه هایی از این طراحی هوشمندانه در سرای هستی نظری بیفکنیم تا یقینا ثابت شود که شانس و تصادفی در کار نیست. 1. عظمت جهان هستی. کهکشان راه شیری با 300 میلیون ستاره خود یکی از 300 میلیون کهکشان عالم هستی است. منظومه شمسی شامل خورشید و سیاراتی است که در اطرافش در گردشند. اگر توپی به آسمان پرتاب شود بیدرنگ به زمین برمیگردد. حال چرا سیارات منظومه شمسی میلیون ها سال است که بدون هیچ محافظی در آسمان شناور و در مسیر مشخصی در گردشند. زمین با سرعت 500 متر در ثانیه به دور محور خود در چرخش است و ما هم به همراه آن میچرخیم. زمین با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه به دور خورشید میچرخد و ما هم باز به همراه آن میچرخیم. اگر جو اطراف زمین یعنی اتمسفر نمی بود، قطعا هر آنچه روی زمین است را باد می برد. زمین سومین سیاره از خورشید است. اگر دومین سیاره می بود، آنقدر داغ می شد که انسان قادر به زندگی کردن روی آن نمی شد. اگر چهارمین سیاره می بود، آنقدر سرد می شد که انسان قادر به زندگی کردن روی آن نمی شد. حال کیست آن که این همه نظم و تدبیر را به خرج داده و پیوسته آن را کنترل می کند؟ 2. جسم انسان. چگونه بدون دخالت انسان پنج حس او کنترل می شود؟ مثلا در هر لحظه به تعداد ستارگان موجود در یک کهکشان متوسط درون مغزمان نقل و انتقالات الکتریکی صورت می گیرد. چشم شامل 40 اجزای مختلف است، از جمله قرنیه، عدسی، عنبیه، عصب بینایی، شبکیه و غیره. فقط شبکیه خود دارای 137 میلیون سلول است. 130 میلیون برای کنترل تصاویر سیاه و سفید و 7 میلیون برای تصاویر رنگی. چشم در هر هزارم ثانیه 1,500,000 پیام را دریافت و به مغز می فرستد. کیست آن که این همه اجزای مختلف و عملکردهای بس پیچیده آنها را ساخته و کنترل می کند؟ 3. سلول زنده. 100 تریلیون سلول در بدن هر انسان وجود دارد. با این حال در جهان هستی میلیون ها سلول مختلف با ساختار و عملکرد متفاوت وجود دارد. DNA که در هسته سلول قرار دارد مانند یک بانک داده ایست که ذخیره کننده تمامی اطلاعات وراثتی است. اطلاعاتی که برای نوشتنش دایره المعارفی 900 جلدی لازم است. دایره المعارفی که هر جلدش 500 صفحه باشد.